راه درست پیدا کردن راه حل های اخلاقی است، عقلانی است، به کارگیری منطق بحث می‌کنه. تشکر می‌کنم از تمام رادیو تلویزیون ها که برنامه ما رو دارن پخش می‌کنن. تشکر می‌کنم از رادیو ایران در هیوستون هم میانانم و همینطور rsihd.com برنامه ما روی اینترنت پخش میکنه، forirani.com برنامه ما رو پخش میکنه، krsi سایت متعلق به رادیو صدای ایران در لس آنجلس که برنامه ما رو به طور مستقیم داره پخش میکنه، همینطور آرشیو میکنه. سپاسگزاریم از همه دوستان و همکاران در رادیو صدای ایران عمیانانه. خب از بازار چاور میکنیم و باز میگردیم. خب گر نبودی در جان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت. همینان عزیز و عرض بندم وارد منزل دیگر از برنامه امشب میشم، این سفر شبانه، این با گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی. سلام عرض میکنم شاهزاده رضا پهلوی. درود بر شما آقای میبودی و با درود فراوان به همیهنانم در داخل کشور و در سرتاسر جهان. حال شما خوبی که انشالله؟ سپاسگزارم دارم من. خب بنده سعی کردم که تقریبا تمام اعتراض هایی که توسط مردم صورت میگیره، توسط کسانی که حالا حتی برخشون از هواداران شما هستن، اینا رو یادداشت بکنم، نوت برداری کنم که جزوی در همون اول برنامه خدمت شما بگم و حرف برخی مخالفان که مثلا این رژیم، رژیم موجود در ایران، ادامه طبیعی رژیم گذشته است. یه عده حتی هواداران شما، شما رو مقصر میدونن در این به اصطلاح ایستایی اپوزیسیون، یا حتی ماها رو، یعنی رسانه ها رو متهم میکنن که آقا شما باعث ایستایی اپوزیسیون شدید، یا شما بودید که مردم رو حتی گمراه کردید، یا مثلا نتیجه کار شما در این 27 سال چی بوده؟ اعتراضشون به ما هست. بعد گروهی حتی میگن که شما علاقه به بازگشت به ایران نداری، یا میگن حتی برخی به شما توصیه کردن که آقا چه در فکر بازگشت به ایران هستید، مگر این مردم با پدر بزرگ شما چه کردن، یا با پدر شما چه کردن که حالا شما علاقه دارید دوباره به ایران برگردید، یا برخی که معتقدن که سلطنت در کجای دنیا برگشته که دوباره برگرد، یا اطرافیان شما هستن که فعالیت های شما رو محدود میکنن، یا نمی اینا رو یادداشت کردم دونه دونه، یا شاهزاده از مردمی که به اصطلاح سرنشینان کشتی هستن و کشتی الان در طوفان گرفتار شده، میخوان که برید و به اصطلاح فرمان کشتی رو به دست بگیرید، در حالی که کشتی ناخدا میخواد و این یه امر طبیعی است، نمیشه از خود سلب مسئولیت کرد و این مسئولیت رو به مردمی سپرد که در این کار تبحری ندارد، یا چیزهای دیگه بسیار، اینا تقریبا میشه گفت که چکیده اون اعتراضات. ولی به هر حال شاهزاده رضا پهلوی اگه اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که واقعا مردم خسته و زله شدن و این خسته و زلگی تاریخی میتونه تبدیل به یک ناامیدی مزمن بشه و دراز مدت و به این سود، و این فقط به سود به اصطلاح تداوم و بقای استبداد و لاغی. میخوام ببینم واقعا باید چه کار کرد، چه جوابی دادید که به این مردم بدید، به این مردم خسته و دل زده. بسیار ممنون از شما.
بسیار عالی. البته خب شما مسائل رو مطرح کردید که معمولاً وقتی که یک حرکتی بشه که ملموس در کار نیست، خب حاشیه رفتن و مسائل ثانوی و جنبی رو مطرح کردن به شکل طبیعی پیش میاد. اجازه بدید من از این دریچه وارد بشم که مسائل رو از یک دید بسیار واقع بینانه و پرکتیک عنوان بکنم. بله. ما حدود 28 سال هست که نتیجه یک حکومت واپسگرای مذهبی رو و عواقبش رو در کشورمون کاملا مشاهده میکنیم. از همین حالا بهتون بگم که من به کسانی که همچنان به دنبال بزک کردن این نظام هستن یا یک نوع تغییراتی رو بخوان در قالب همین سیستم بیارن اصلا حرفی ندارم بزنم، برای اینکه اعتقاد من این استش که تا اساس این نظام از بین نره، تا این نظام به کلی برکنار نشه و جای اون رو یک حکومتی که بر پایه یک مکانیزم دموکراتیک مردمی، یعنی مردم سالاری، یک نظام دموکراسی پارلمانی سکولار به مفهوم جدای دین از حکومت و قانون اساسی که مبتنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و در واقع ما بتونیم از یک دموکراسی نوین مثلا آغاز بکنیم، هیچ راهی برای در اومدن از این چاهی که متاسفانه امروز کشور ما درش افتاده جای خروجی نخواهد بود. هدف چیست امروز؟ اولویت رو باید تشخیص داد. من کاری به تعلقات ایدئولوژیک یا مسلکی یا فکری افراد ندارم. کار به این ندارم که آیا مشروطه خواه هستن یا جمهوری خواه هستن یا چپ هستن یا راست هستن یا میانه هستن. ولی این سوال رو ازشون میپرسم. قبل از هر چیزی به عنوان شهروندان مسئول اون مملکت، اگر چنین مسئولیت رو در خودشون میبینن، آیا اولویت غیر از این هست که ما بتوانیم امروز مملکتمون رو از این دوره خطرناک نجات بدیم، از شر یک نظام مافیایی ماجراجو که امروز وضعیتی رو ایجاد کرده که مملکت ما به خطر جدی داره میفته و ممکنه هر آن بهش حمله بشه، از این حال در بیاریم و آلترناتیوی رو در مملکتمون جایگزین بکنیم که هم مردم ایران رو برمیگردونه به گردونه ترقی و آزادی و هم جهانیان رو خلاص میکنه از خطری که متاسفانه این نظام باعث شده؟ پس اولویت قبل از هر چیزی آزادی کشور است. اولویت قبل از هر چیزی جایگزینی این نظام با یک نظام مردمی است و بنابراین رسالت هر آزادی خواهی که امروز دلش واقعا به حال مملکت میسوزه، به دنبال خودمحوری و مسائل مسلکی شخصی یا قدرت سیاسی نیست، بلکه برای آزادی کشورش میخواد مبارزه بکنه، برای خوشبختی نسل سومی که از همه بیگناهتر داره نفله میشه زیر دست و پای اون رژیم مافیایی، برای نجات اونها، برای بهبود اونها تلاش بکنه، مسائل شخصی و ثانوی رو کنار بگذاره، مسائل حزبی و مسلکی رو در درجه دوم اهمیت قرار بده و با یک اتحاد ملی، با یک هدف واحد و مشترک نجات کشور و برقراری آزادی در مملکت، دست به دست همدیگر بدن برای نجات این مملکت و واگذار بکنن مسئولیت قانونگذاری، تصمیم گیری و تصمیم گرفتن راجع به آینده کشور، نوع نظام، محتوای اون و شکلش رو به نمایندگان منتخب مردم که در یک مجلس مؤسسانی خواهند آمد و قانون اساسی آینده رو خواهند نوشت. امروز دغدغه ما به غیر از کمک کردن، حمایت کردن و تقویت کردن نیروها، سازمانها، تشکلهای داخل کشور که در یک مبارزه نافرمانی مدنی برای مقاومت در برابر نظام و وادار کردن آن به عقب نشینی و نهایتاً سقوط کامل از قدرت، غیر از این نمیتونه باشه. این اولویت ما بس باشه. هدف من هم این هست و من امروز دنبال این برنامه هستم که تا اونجا که میتوانم و طرفدار خودم هست کمکی باشم برای سهولت بخشیدن به این اتحاد و ایجاد یک مکانیزم هماهنگی که کمک بکنه به مبارزمون در داخل کشور. بس سلام. باید انتظار داشت که شما به زودی وارد عمل بشید. آقای نهبانی، من 28 سال هست این مبارزه رو به سهم خود آغاز کردم. 28 سال در تلاش بودم، 28 سال در تماس روزانه بودم با هممیهنانم، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور. امروز به این نتیجه رسیدم که اهمیت مطلق ما از نظر اینکه یک چنین آلترناتیوی به شکل ملموسی ارائه داده بشه، ما به اندازه کافی حرف زدیم، به اندازه کافی بحث اقناعی کردیم، به اندازه کافی فلسفه بحث کردیم، امروز
مردم ایران از جیل من منتظر یک عملکرد صحیح و یک چیز ملموس هستند. باید یک رهبری بتونه هماهنگ کننده این جریان باشه. این رهبری رو من معتقدم بایستی با همکاری و مشارکت کلیه نیروهای سیاسی جامعه پیش بیاد. ما امروز بحثمون سر این نیست که انتخاب نظام آینده رو بخوایم بکنیم که سر این اختلاف فکری داشته باشیم. ما بایستی مرزهای اختلاف نظر رو بین یکدیگر کمرنگتر بکنیم، ولی خط قرمزی که بین نیروهای آزادیخواه و نظام جمهوری اسلامی هست رو پررنگتر. یا این ور خط هستیم یا اون ور خط هستیم. اگر این ور خط هستیم، باز تکرار میکنم، مسئله این نیست که در این طیف وسیع افکار گوناگونی هست. طبیعی هم هست که باید باشه. آینده کشور هم همین خواهد بود. آینده کشور نیاز به تمام این تفکرهای مختلف داره. لازم و ملزوم هم هستن در یک دموکراسی واقعی. بایستی احترام داشته باشیم به هر کدوم از این جریانات فکری. اما سوال اینجاست، این جریانات فکری، این مدعیان سیاسی، این کسانی که در تمام این سالها حرفای مختلف رو زدن، امروز چه چیزی رو میخوان به جامعه خودشون ارائه بدن؟ بخش متفکر، نخبگان سیاسی ما چه خواهند کرد عملا؟ فعالین سیاسی به چه شکلی بهتر میتوانند کارشون هماهنگ بکنند؟ ما تا پاسخ این سوال رو نتوانیم بدیم، نمیتوانیم مدعی این باشیم که آلترناتیوی رو به ایران میتونیم ارائه بدیم برای مردم ایران و در سطح جهانی. و دنیا از طرفی اگر چنین آلترناتیوی رو مشاهده نکنه، قطعا تنها تصمیمی که میتونن بگیرن یا در ارتباط سازش با این نظام هست، یا خدایی نکرده تصمیماتی از نظیر فشار آوردن اقتصادی و تحریم و یا حتی حملات نظامی به تشکیلات مختلف اتمی ایران و حتی فراتر. آیا ما میخواییم واقعا کار به اینجا بکشه؟ پس تشخیص این اولویت دیگه بعد از 28 سال به نظر من محرف هست. بنابراین سوال من از همیهنانم این هست، آیا از این پس باید این اقدام صحیح رو انجام بدیم تا دیر نشده؟ تو زمان بیش از این نمونده. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه با نگذارم. به نام خداوند جان و خرد، تو مسافری روان کن، سفری به آسمان کن. در جهت تقویت نیروها کوشا باشم، و تمام انرژی خودم و رهنمودهایی که ممکنه مطرح بکنم رو واقعا در صحبت و نشست و بحث با اونها که امروز مطرح میکنم. بنابراین به نظر من ما امروز باید واقعا وارد مرحله عملیه کار بشیم و یه مکانیزم هماهنگی به وجود بیاریم که بتونه خط و جهت و هماهنگی و کمک‌های لازم رو به مبارزمون در داخل برسه و زمینه آلترناتیو رو بتونیم کم کم به شکل واضح‌تری در داخل مملکت به وجود بیاریم. اون موقعی که فکر میکنم تکالیف مشخص‌تر خواهد شد، اون موقعی که میتوان نقش‌ها رو درست‌تر تقسیم کرد و هر بخشی از جامعه میتونه اون وقت وظیفه خودش رو بهتر و مشخص‌تر درک بکنه و پیدا بکنه. ایران نخست روش که اهمیت داره آزادی ایران خیلی مهمه. این در مرحله نخسته من خب با عقاید و افکار اندیشه شما آشنایی دارم. بدونم از روز اول هم گفتید که موضوع حتی برای من سلطنت نیست. این رو ما بارها شنیدیم. مسئله من در شکل نظام نیست، محتوا نظام هست و تصدیل در شکل نظام با مردم ایران خواهد شد. من امروز خودم رو قبل از تشکیلی با عنوان شهروند موظف در مقابل سایر همیهنانم میدانم که با یه هدف ملی و فراهنگی فرامسلکی به قضیه نگاه میکنه. حالا هر لقب و اسم و مقام میخوان به من عدهای بدن بدن، من دید خودم و برداشت خودم از نقش خودم این هست و غیر از این هم نمیتونه باشه. و تنها رسالتی که از این کار خودم میبینم این هست که به عنوان این شخصیتی که از نظر سیاسی، از نظر آگاهی مردم، آشنایی با نامش، به عنوان شخصیت مؤثر که میتونه کمک بکنه، و حرف خودم نیست، حرف خودت بسیاری از همیهنان هم هست، میخواستم از یک موقعیت بسیار بارزتری کمکی باشم برای ایجاد این زمینه و به طور کلی بتونم سخنگوی باشم از جانب این جریانات در سطح بین‌المللی برای رسوندن کمک‌های واقعی که همیهنان ما نیاز خواهند داشت در این مبارزه. و این رو در آخر مسئولیت خود ما ها هست که اولین کار انجام بدیم. بنابراین این بحث‌های فرعی و نامربوط
و چیزی که از زمان این حرف میدونید تحت سر شکل نظام یا به کی مثلا فردا قدرتش رو به دست خواهد گرفت تحت ما امروز نیست. تحت ما امروز باز تکرار میکنم آزادی کشورمون هست، نجات از این سر قهقرایی هست، خلاص شدن از شر این حکومت آخوندی و مافیایی و رسوندن قدرت به دست مردم. اون موقع تصمیم خواهند گرفت که شاینده بخواهند داشت. این خط رسالت ما میتونه باشه و من در این مورد سهم خودم رو ادا میکنم و خواهم داشت. خب به خوبه دیگه، مردم هر چی که رأی بدن، هر چی که از توی صندوق بیرون بیاد به عنوان شکل نظام و نوع نظام، جمهوری، سلطنت، تفاوت نمی‌کنه، جمهوری دموکراتیک، شما بهش احترام می‌گذارید و اون چی که مردم تکم دیدن مورد پسند شما هم هست دیگه. این منظرم یک بار برای همیشه برای خیلی ها باید مشخص بشه و من خوبی دارم شما از دوست اول همی حرف زدید و میشه هم تأکید کردید که واقعا شکل نظام براتون اهمیت نداره و این به نظرم مشکلی است که برطرف بشه، یعنی واقعا تاس سونوگرافی صورت نگیرد. یعنی اول بچه باید متولد، باید به دنیا توی شکم مادر. ما هنوز سونوگرافی نکردیم، نمیدونیم بچه پسر دختره داریم براش اسمگذاری میکنیم و خود این میکردیم اسباب سوء تفاهم. چه حالا در بین گروه های برخی گروه های سلطنت طلب، البته برخی دیدیم که در رفتار یک نظام دموکراتیک هستن، تکلیف اونها روشنه، اما برخی هم هستن در شناهایی دیگه مثلا جمهوری خواه پیشا پیش میخوان نظر خودشون رو به عنوان نظر مردم عرضه بکنن و خب این مشکل ایجاد کرده. خب توصیتون چیه به برخی از به اصطلاح هواداران خودتون که شدیداً در این زمینه پافشاری میکنن و به چیزی هم جز نظام پادشاهی رضایت نمیدن؟ خواستی که همسایی این بحثا الان نیست. وقتی که نمایندگان مردم در تعیین مفاد قانون اساسی آینده کشور، در تعیین کردن شکل نظام و به رفراندوم گذاشتن این تصمیم به مردم ایران، در اون مرحله از کار هست که این بحثا باعثی انجام بشه. در این که حالا فراتر از اینکه محتوای نظام به عنوان یک نظام دموکراتیک، یک نظام دموکراسی پارلمانی در است، البته من اعتقاد دارم که اکثریت سکولار بودن این حکومت اعتقاد دارن، یعنی مذهب به جای خودش محترم و محفوظ اما جدا از سیاست، نه مذهب در سیاست دخالت داشته باشه نه دولت در مذهب. این دیگه فکر کنم روند مشخص دنیای متمدن و پیشرفته و دموکراتیک جهانی است. فقط تمام مبانی حقوق بشر و تمام تضمین های اجتماعی، قانونی، حقوق افراد در ارتباط با تمام گروه بندی های اجتماعی، برابری زنان با مردان، مسئله مربوط به اقوام، به اقلیت های مذهبی و و و تمام این ها رو که قانون می توان تدوین کرد. حالا که این است به شکل نظام من فکر کنم 98% متن قانون اساسی آینده کشور تحت لوای هر کدوم از این شکل نظام ها باشه تقریبا همون خواهد بود. همون تفاوتی این هستش که بالاخره نظام جمهوری باید باشه، نظام مشروع پادشاهی یا پارلمانی به قول معروف. این هم الان به نظر من جای بحث امروزی ما نیست. آقایون مبسوط خواه یا آقایون و خانوم های جمهوری خواه این رای خودشون رو فعلا به قول معروف محدود بدارن، در زمان خودشون رای رو صادر کنن. من این نظر هست در شکل نظام بحثی هم نداریم، ولی سوال من از همه اینا اینجاست، آیا کمترین بچه اشتراکی بین همه تون هست سر موضوع این که چنین حکومتی شایسته ایران هست، به چنین دموکراسی باید برسیم و وظیفه خودتون رو امروز در رسوندن مملکت به اون مرحله در چه میدانید؟ هیچ نیروی، هیچ حزبی، هیچ جریان فکری به تنهایی قادر نخواهد بود بدون همکاری با دیگران این نظام رو بتونه از بین ببره. به این سادگی ها به حال تمام این نیروها که تضمین کنن به این راه هست. ببینید جمهوری اسلامی فکر نکنید تصرفی تمام این کار بود سعی کرده نظام بیافکنه در میان جریانات مختلف فکری. تو واقعا احساس خطرش رو در کجا میبینه؟ اول از همه مردم تو خیابون‌های ایران و سپس اتحاد کلی نیروها سر یک محوری که مخرج اشتراک تمام این نیروها خواهد بود. پس بهترین علامت این که چه چیزی سریع‌ترین راه و بهترین راه رسیدن به این هدف ما نفسش با هم بگیم کار بکنیم. ببینید سر چی توافق داریم. اگه سر به این حصول توافق داریم که به نظر من داریم، پس
مشکل میگیره کجا؟ اگه مسئله دعوا سر قدرت سیاسی که اون هم باید که پروسس دموکراسی مشخص بکنه، مثل هر کشور دیگری انتخاباتش میاد، احزابی میبرن، حکومت رو به دست میگیرن، دولت تشکیل میدن و بحثش ربطی به این که همچنان پادشاه یا رئیس جمهور داشته باشه نداره. این وضعیه مسائل حزبی، مسائل تاریخ سیاسی برمیگرده به روند طبیعی دموکراسی در منطقه دیگر. ولی اول به قول شما باید به اون دموکراسی برسیم، اول به قول شما باید سونوگرافی رو انجام بدیم، بعد سر اینکه پسر یا دختر یا اسمش رو تغییر بذاریم یا نمیدونم لاله بذاریم بحث بکنیم. بنابراین اولویت مشخصه. این عذر و بهانه رو به نظر من دیگر هیچ نیروی جریان سیاسی نمیتونه بیاره که ما امروز این اولویت رو همچنان تشخیص بدهیم یا راه دیگری تشخیص میکنیم. در اینکه فکر میکنم اگرچه این حرفی رو بزنن، در اصل دارن با جامعه و خواسته های واقعی جامعه ما برخورد غلطی میکنن. خواسته جامعه ما در این جهت هست، اونجا که من اطلاع دارم، اونجا که من از خود مردم میشنوم، و بنابراین هرچه سریعتر باید چیکاری بکنیم که از این وضعیت مردم نجات پیدا بکنن. هم خودشون تصمیم گیرن مثلا ما با یه فرهنگی باید سر و کار داشته باشیم، با یه فرهنگ نوین که مسئولیت فرد فرد جامعه در اینجا لازم هست. نمیتونیم مثل سابق موکول کنیم این وضعیت رو شگهت محدود با یه رهبری های شاخص. نه، امروز باید از طریق مشارکت این کار انجام داد. همه در این مسئله سهیم هستن، در جا بارش رو شاید سنگین تر مثل خود بنده. این دلیل برای نمیشه که ما اساس کار رو مشارکت نگذاریم. در این که به اعتقاد من مسئله فقط مسئله خلاص شدن از شرعی نظامی، اگه 28 سال پیش این حرف رو نمیزدن راجع به انقلاب اسلامی هم باید نمیشه. میخواهیم برسیم سازه ازا فرقیری یک سال دارم اجازه بی فرده سال با شما در جمع بگذارم. امیدوار هم شدید مثل آینده ایران یا نامیدتر. من اصولا به خاطر اینکه میدانم بر خلاف تمام شاید نظریات خیلی ها که خیلی سرگینانه به قضیه نگاه میکنم، وقتی که به این نسل امروزی من میکرد نگاه میکنم، با وجود تمام سختی هایی که میکشم، با وجود تمام کمبودهایی که احساس میکنم، ولی همچنان اون عزم و اراده و اون چطور میتونم بگم اون مشعل آزادی تو دلشون میتفه، خیلی کمک لازم دارم. اینا رو نباید تنها بذاشت. من باور دارم به این نیرو، من باور دارم به این نسل و این آینده مال اونهاست و باید که همه کار کرد که هر چی روتر از این وضعیت نجات پیدا بکنن. من اگر این اعتقاد رو نداشتم، اگر این انرژی که خود من از اینها هر روز میدیدم نداشتم، مطمئن باشید من هم میگفتم امیدی نیست. ولی اینا هستن، زنده هستن، زیر شلاق و شکنجه رفتن، تو زندان اوین افتادن، کتک خوردن، همه جور بدبختی سرشون اومده، ولی همچنان روحیه مبارزه رو دارن. این بزرگترین ندا و بزرگترین هدیه که مردم ایران میتونن داشته باشن. و بنابراین به نظر من هیچ راهی برای رژیم نمونده برای نجات خودش. فقط تفاوت اینجاست که ما با چه هزینه ای قرار هست وضعیت سیاسی رو در مملکت عوض بکنیم. آیا میخوایم منتظر بشیم که دنیای خارج برای ما تصمیم بگیره؟ آیا میخوایم با هزینه های بسیار سنگین تر وضعیت سقوط نظام ببینیم؟ یا آیا وقتی نرسیده که خود اصلا تشکل تمام این احزاب های مقاومت رو در مملکت تقویت بکنیم تا یک حمایت ملی سرتاسری داشته باشیم که محال عقل هست که تمام این شماهداران نظام بتوانند در مقابل سخت عظیم از مردم وایستند. پس ضمناً در نظر داشته باشید، حالا رژیم هرچی بخواد بگه، ولی من میدانم که تعداد بسیاری از افرادی که به نوعی در این نظام گیر کردهاند و راه نجات خودشون رو و بقا و آینده خودشون رو در بازگشت به صفوف مردم میدانند، جمله بسیاری از افرادی که در نیروهای مختلف انتظامی هستند، اونها نیز منتظر چنین جرقهای هستند که تکلیف خودشون رو با مردم و با این نظام مشخص بکنند. بنابراین تمام این برمیگرده به اینکه ما امروز چه خواهیم کرد، به چه شکلی پیش خواهیم رفت، اولویت رو در کجا تشخیص میدیم. و من اعتقاد راسخ دارم که این کار شدنی است و بدون اینکه ما بخوایم هزینه گزافی رو بپردازیم. جنگ در شهرگاهی ایران دیگه شک و تردیدی نیست، یعنی همه چیز معیاست برای درگیری نظامی. یک اتفاق ساده میتونه الان جنگ رو در منطقه شعله‌ور بکنه. وقتی که نیروها درست در برابر هم ایستادن، کافیست که
سپاه پاسداران که در ساحل خلیج فارس در پی عملیات ماجراجویانه بزنه و با توجه به اینکه در بین این سپاه آدم های نامسئول کماندک نیستن و واقعا میشه یک درگیری نظامی این تونه هر آینه اتفاق بیفته، هر آن اتفاق بیفته. و همینطور ببینید که تمام مراجع جهانی الان در مصاحب اینا دخالت میکنه، همه هستن جزمان شورای امنیت هست، سازمان ملل هست، آقای محمد البرادعی هست، حضور که ارز کنم اتحادیه اروپا هست، آقای سولانا هست، همه هستن جزمان. من یه در بحثایی که داشتم واقعا این هستم که آقا شورای رهبری اصلا پیشکش ما شورا میخواییم که بشینه داشته به اینا چهار اندیشی کنیم، اول چهار اندیشی کنیم که چی کنیم که از این بحران بیرون بیانه. من مسئله رهبری مطرح میشه، فکر نمی کنید وقتش اون رسیده که یک ستاد یک شورایی از آدم های ریستفیر، از آدم های با تجربه، از دیپلومات های استخوندار یا از آدم هایی که خیلی طلای ایران میخوان در بیرون و درون ایران فرق نمیکنه تشکیل بشید و ما بشینیم چاره اندیشی کنیم. و الان حتی این به نزد مراجع جهانی نرفتید که از اونها بپرسیم آقا چرا از مردم ایران سوال نمیکنید که چه باید کرد، چرا همش دارید تصمیمات یک جانبی میگیرید؟ یعنی سرنوشت ایران تبدیل شده به خیابان یک طرفه. میخوام نظرتون رو در این باره جویا بشم با توجه که میدونم در فکر ایجاد یک ستاد هستید. تو یه اعتبار تکرار می کنم که هر حال باید مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد که خطوط مبارزه رو مشخص‌تر بکنه، تقسیم کار رو بین فعالین مختلفی که در کنکار و بخش‌های مختلف اجتماعی در داخل مملکت مبارزه می کنند و فعالیت می کنند رو بهتر بتونه راهنمایی بکنه یا حمایت بکنه، بتونه یه دیالوگی رو در سطح بین‌المللی بین همیهنانمون و خارج از جهان ایجاد بکنه، بتونه درخواست های مشخصی بکنه در نحوه کمک رسانی برای پیشبرد این فعالیت ها و این هم یک مکانیزم هماهنگی احتیاج داره. به نظر من هر جور که نگاه میکنیم تقریبا میشه گفت اکثریت این مسئله رو مطرح میکنن که چنین ستادی چنین شورایی چنین مکانیزمی باید به وجود بیاد. بنابراین فکر نمیکنم که کسی این مسئله رو درک نکرده باشه یا لزومش رو تشخیص نداده باشه. شاید اختلاف سریعه سر این لحظه تشکیل شد هر جا اعتماد دارن که این باید به شکل طبیعی در طریق دیالوگ های موازی به سازمان های مختلف به وجود بیاد، هر جا اعتماد دارن که نه این رو باید به نحوی به وجود آورد به این شکل و حالت ملموسی دار و البته بر اساس هویتی که پیدا میکنه جای ما و در ما داره برای اینکه همه جور سازمان و گروه تشکیلات بتونن بهش بپیوندن و همکاری بکنن. عزیز خودم معتقد هستم که وقتی شما دستگاه یا مکانیزم هماهنگی رو ایجاد میکنید که هدفش بسیار مشخصه، اولا فراحزبی فرامسلکی و غیر ایدئولوژیک عمل خواهد کرد به عنوان یک مکانیزم ملی که در پذیرنده تیپهای مختلف فکری میتونه باشه، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی خوب هست، همه جور آدم میتونه توش باشه، چپ و راست، میانه، جمهوری خواه، مشروطه خواه، مهم اون نیست، مهم این هستش که میتونن رو هم روی برنامه مشترک ملی کار بکنن. حالت بازی و مقابله های تشکیلاتی خارج بشیم، بیان خودمون رو در یک رده بالاتر از تفکرات ایدولوژی که هزمیمون قرار بدیم به عنوان یک فعالین ملی. بنابراین برکت رو میتونیم اون وقت کمیته های مختلفی رو داشته باشیم که اینها تحت نظر هیئت هماهنگی عمل خواهند کرد، حمایت خواهند کرد از جریانات مختلفی در داخل مملکت، فعال هستند، کمک براشون تهیه میکنند، امکانات مالی براش فراهم میکنند، با دنیا وارد مذاکره میشن. در هر حال یک چیز کثیفی رو باید الان به اشتباه بکنیم و باز اینم فرصت کافی برخلاف گذشته دیگه نداریم، هر آن همطور که اشاره کردی ممکنه مملکت ما وارد تعرض قرار بگیره. ما نمیتونیم منتها از دنیا توقع داشته باشیم و فکر میگیم شکر صدای ما رو نمیشنویم، در اینکه مسئله نیست که صدای ما رو نمیشنون، فکر کنم اکثریت تمامیش میدونن وضعیت چی هست در داخل مملکت. آنچه که سوال میکنن هستش که خیلی چیزی به ما نشون بدین که ما اون رو بیایم حمایت بکنیم یا تقویت کنیم، یه تسهیلی رو فراهم بکنیم. خب اونها یه خلایی رو در صحنه میبینن، ولی به همون اندازه کارمون محدوده. اما اگه ما قادر باشیم این کار انجام بدیم، هم
امکانات خیلی بیشتری میتونیم در این حرکت داشته باشیم. فرض بکنید فردا که قرار هست در داخل مملکت تظاهراتی شکل بگیره یا اعتصابی بشه، حالا اعتصاب کارگری باشه یا سیاسی باشه، ولی بالاخره یه جوری باعثی این حمایت رو از همیهنامون بتونیم انجام بدیم. این یه چیزی که گروها میتونه رژیم لحظه بزنه، ولی خب بی هزینه نخواهد بود. اینا رو چجوری باید تهیه کرد؟ از کجا باید تهیه کرد؟ اینجا شد بسیاری از ایرانیانی هم که در خارج از کشور هستن که مسلما امکانات زیادی در اختیارشون هست، هم از نظر ارتباطی هم از نظر مادی، اونها میگن که بدونن یه کار جدی آغاز شده، یه برنامه اساسی در کار هست، دیگه از این فاز به اصطلاح بحث و گفتگو خارج شدیم، یه کار جدی داره شکل میگیره، مسلما اونها میگن از این بی‌تفاوتی یا به قول شما بعضیا جامدگی در میان میگن کار جدی را قدم به جلو میذارن. خب قدم اول باید از جانب خودمون باشه. اگه این کار رو صحیح انجام بدیم، من مطمئن هستم که بسیاری درها باز خواهد شد. این خب جنبش های الان در تمام کشورهای متعددی دنیا پدید آمده. بستر توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای خیلی سال الان بسیار نیرومندن در کشورهای اسکاندیناوی، در سوئد که الان چیز حدود پنج راکتور هسته‌ای اولا از کار افتادن، ترکیل شدن و برنامه‌ریزی شده در کشورهای اروپایی که مثلا تا سال 2020 هستن ببنده تمام نیروگاه‌های هسته‌ای. یه فرصتی چقدر از شما سوال نکردم که نظرتون راسته به این نیروگاه‌های هسته‌ای و انرژی هسته‌ای اینها چیه؟ این شعارهایی که در ایران میشنویم درباره انرژی هسته‌ای یک و مسلم ماست و اینا. بله، اونهایی که صحبت از عزت میکنن اگه واسهشو میگن چقدر میاد و به اون کارگری که هی حقوق 180,000 تومانی قرار بیاد زندگیشو بگذرونه، یا با اون استاد دانشگاهی که با یه حقوق 24,000 تومانی میخواد یه آپارتمان به زحمت 50 متری رو واسه 60,000 تومان اجاره بده، که پولی براش میمونه که به بچه‌هاش برسونه برای خود خوراک و پوشاکش رو مدرسه فرستادن، و همین نظامی که از اون بر میاد 10,000,000 تومان به هر خانواده تلفزایی در لبنان میده، میدونی این شعارها رو پربت رژیم نیست بده درد مردم رو چجور میخواد علاج بکنه. همین سیاست نفت در حالا انرژی اتمی یه نفت رو بزنیم کنار، همین وضعیتی که در سیستم نفتی ما هست میدونی که ارتضایی به بار اومده تفکرکم باید که 25 میلیارد دلار دوباره سرمایه گذاری بشه تو تاسیسات نفتی ما که اون مواجهه بهترش رو داشته باشن که نکردن، و خیلی از شاهامون متاسفانه هم فشارش افتاده، هم تولیدش کم شده، و ایران اون موقع وقتی که داشت 6 میلیون و نیم بشکه در روز تولید میکرد تقریبا همش برای صادرات بود، امروز به زحمت داریم شام 4 میلیون بشکه در روز تولید میکنیم که تازه شاید 1.5 میلیون بشکه بشارت در واقع مصرف داخلی میشه. اونم چجوری به جایی که بیان درست ازش استفاده کنن هم هیپومیل میشه، بعد داریم میریم از اون ور از روتردام تنزیم که دو برابر شده هم توسی میگیری به داخل میکنیم، آقایون از اون ور کمیسیونشون میگیرن، از اون ور میرن پاکستان چند برابر میفروشن، یعنی این وضعیت رو موجود آوردن که اون سرش ناپیداست. بنابراین تمام این شعارها به نظر من شعارهای سوخالی و فراموش نکنید اگر صحبت داره حق مردم ایران هست در انرژی اتمی، این حق رو مردم ایران داشت. همین دنیایی که امروز داره میاد صحبت از تحریم میکنه بر علیه نظام به خاطر نوع نظام هست، نه به خاطر حق مردم. همین کشورها اون موقع رقابت داشتن با هم دیگه که تکنولوژی هسته‌ای رو به نازل‌ترین قیمت ایران بفروشن، همین فرانسه، همین امریکا، همین آلمان با هم مسابقه گذاشته بودن. پس چی باعث شده که مردم ایران از این حق محروم بمونن؟ همین نظام جمهوری اسلامی مگه نیست؟ حال اگه مسئله مخاطبه آیا صرف میکنه که انرژی اتمی داشته باشیم یا چند درصد داشته انرژی اتمی باشه یا چقدر باشی ذخایر نفتی و گازیمون رو مثلا فرض کنید که ازش مراقبت بشیم، اینا یه محاسبات صرفا اقتصادی به واسطه متخصصین هم بهش نگاه میکنن، اما اگر از جریان جهان الان در جهت این هستش که بتونن انرژی سالمتری رو یا تمیزتری رو استفاده بکنن، خب یه روند جهانی متخصص هستی که کشور ما به عنوان کشور در حال رشد تا چه حدی میتونه مثل کشورهایی که در یک فاز به اصطلاح فرا چی میگن صنعتی پیش گذاشتن، آیا این امکان رو دارن که به اندازه بعضی از این کشورها بتونن
صرف نظر بکنن و دیگهشون میشه یا نه. این دیگه واقعا بحث متخصصین هست، هم وارد این بحث میشن. ولی اگه در اساس مسئله صحبت از تکنولوژی رو میکنید، ایران میتونه این تکنولوژی رو داشته باشه، شاید تا حدی هم بایستی از این رو نیروگاه ها داشته باشه، ولی تا چه حدیش و تا چه اندازش بایستی به دست متخصصی سپرد. که ما امروز با حکومتی که باعث هزار گونه گرفتاری شدی که متاسفانه هم در عملکرد در نحوه این که سیاست نفتی و اصولا منیجمنت این کار رو بسیار غلط و مدیریت این کار بسیار غلط انجام دادن، نتیجهش هم شده این وضع اقتضایی که داریم و از اون برم دوباره معروف میگن تیر وقت زنگی مست هست و نگاه این دنیا از این زنگی مست نه از مردم ایران، نه از کشور ایران، نه اینکه ایران باید این حقا داشته باشه. ایران هم جدا شامل بزن که بفرمایید که آیا این شایعه درسته که برخی دولت ها نقش مانع رو در برابر شما ایفا می کنند و در واقع نمی کنند که شما فعالیتاتون رو گسترش بدید یا نه تایید نمی کنید شاید؟ از همون ایده ای هستن که این را جایگان ناپلونی فکر میکنند و سیاست توهم و ترکیه رو دائم مطرح میکنند. حالا من چنین چیزی نیست. ببینید مسئله رو باید برگردونیم به این که در مقابل نظام جمهوری اسلامی چه صفوفی از مخالفین این نظام و به چه دلیلی امروز وارد عمل دارن میشن. نیروهای آزادی خواه، نیروهای دموکرات، نیروهایی که یک دموکراسی سکولار میخوان، قدم جز اونا هستن و بنابراین دنیا خیلی تشخیصش راحته. ببینید جمهوری اسلامی و ایادیشو در چه به قول معروف جعبه قرار میده و بقیه ماها رو در چه کتگوری قرار میده. جهات مربوط نیست که بخوان تعیین تکلیف بکنن برای مردم ایران که فرضاً فرض بکنید که جلوی کسی رو بگیرن یا دیگری رو تشویق بکنن. دستکم مخصوصا مردم ایران زیر بار این نخواهند رفت که باز دوباره یک اعمال نفوذ خارجی تعیین کننده سرنوشت سیاسی کشور ما باشه. بنابراین من خاطر دارم میگم که بهترین کارزهره برای این کار این هستش که مسئله فرد رو بذاریم کنار، مسئله یک هماهنگی و یک همسویی سیاسی رو تقویت بکنیم. بهترین پادزهر ما در آینده کشور از یک سو به خاطر اینکه یک ثبات دراز مدت سیاسی داشته باشیم این هستش که این مشارکت همه جانبه را همیشه داشته باشیم در کار، واقعا به عنوان یک مفهوم پلورالیست مسئله. و از طرف دیگر دنیا باید بدونه که این بار بخوان با ایران خدایی نکرده اگر نیتشون هستش که سو نیت داشته باشن و بخوان با ایران درگیر بشن با ملت ایران طرف هستن، با 70 میلیون نفر آدم طرف هستن، نه با یک دستگاه حکومتی، نه با یک فرد. و بنابراین ما هر چقدر این تیم رو به اصطلاح بزرگترش بکنیم امکان حمله به این تیم رو بسیار کمتر کردیم. این بهترین تضمین استقلال ایران خواهد بود در آینده. و به نظر من بنابراین ما باید بهتر ببینیم که چه چیزی منفعت جهانی امروز هست. نمیتونه بگیم دنیا منافعی نداره، خب معلومه که داره، ولی منفعت ایران این بهتر حسابه. در کجا منافع مشترک داریم؟ در وعده اول در اینکه از شعب این نظام خلاص شد، خیلی واضحه. اما ما به همون اندازه ای که نیاز به جهان داریم، مثلا فرض کنید از نظر سرمایه گذاری بین المللی در کشور که تنها راهی است که بتونیم واقعا در مملکت کار تولید بکنیم، اون هم پیش درآمدش داشتن این نظام شفاف دموکراتیکی که درست میتونه عمل بکنه هستش که این تضمین و این به اصطلاح اعتماد رو به خودش جلب بکنه خواهد بود از یک سو. و از اون ور دنیا نیز به این کشوری مثل ایران نیاز داره که بتونه نقش ثباتی رو در منطقه ایفا بکنه، برخلاف دقیقا وضعیتی که امروز متاسفانه این نظام آخوندی در مملکت ما باعث این همه هرج و مرج و گرفتاری شده. بنابراین فکر میکنم در اصل این آبها داره به این وجود میره و من تعجب میکنم چطور بعضیا دنبال همچنان این بحثای به اصطلاح خیلی متاسفانه کوتاه‌بینانه هستن که بوی ضمناً توهم و توطئه هم میده. اصلا چنین چیزی نیست. الان قاضی ایران و شورای امنیت داره به دقیقه 90 کارش میکشه، چیزی نمونده چند ساعت دیگه. پیشبینی تو چیه؟ پیشبینی من این هستش که جمهوری اسلامی ظاهرا این تصمیم رو گرفته که تا آخرش بره و هیچ نوع شانسی برای عقب‌گرد نداره متاسفانه با عملکردی که انجام داده و بنابراین جهانیان هم برای اینکه جدی گرفته بشن نمیتونن مسئله رو با تعارف و به اصطلاح یک مقدار تحریم های سمبولیک ادامه بدن و فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر
بیشتر خواهند زد. البته من شخصا متاسف هستم که روند کار امروز کشیده شده در جهت تحریم و یا تهدیدهای نظامی به کشور. چون واقعا اگه ما این آلترناتیو مرموز رو در صحنه داشتیم، کار دنیا رو خیلی آسان‌تر کرده بودیم. ولی میخوام بگم باز به باشه ضرورت اشاره است که شما حتی سر این سر راهو پیش ببینید، تمدیت این آلترناتیو رو ساده تر کرده در جهان که دیگه نیازی نداشته باشن به اینکه فکر طرحهای خونسا کردن خطری که نظام جمهوری اسلامی وارد شده رو با حمله ایران و زدن به اصطلاح نیروگاه‌ها و تحقیقات اتمی ایران یا چیزهای دیگر باشن یا تحریم بکنن، که البته تحریم بود نظام بسیار فشار میاره ولی خب مردم ایران هم تا حدی بهاشو میپردازن. خب پس شاه بسیار کم هزینه‌ای رو برای همگان فراهم بکنیم، درجه اول برای مردم خودمون و در درجه دوم برای مردم جهان. باید این شکل بسیار فعالانه و با ضرورت و با ضرب العجل خاصی امروز تمام این نیروهای سیاسی و فعالین داخل و خارج از کشور به این مهم پی ببرند که ما هر چه سریعتر اقدام بکنیم امکان این که مسائل بسیار بحرانی‌تری رو در آینده ببینیم کمتر کردیم، به شرطی که بجنبیم به قول معروف و کار خودمون انجام بدیم. بنا دنیا خدا رو خوش خواهد داشت. خدایی وسط بایید مجددن مردم ایران نه کاری خواهند داشت نه سرشون به قول معروفی کنند داشت. الله خیلی سخن شماست. تغییران اقتصادی بیان هنون در مرحله دوم تشکیل تحقیم چیزی حدود 5 میلیون نفر ایرانی مجددن از حیز انتخاب خواهند افتاد. دوزن چقدر هستن به سرمایه گذاران جز هستن کارگاه از کار میفته، کارخانه که بسیار تعطیل شده و ما با یه 5 میلیون ورشکسته دیگر رو بمیشیم کنیم. این باعث افزایش نارضایی ها و نارخوشندی ها شده در سطح مملکت. همین الان، یعنی الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم در ایران در برابر مجلس معلم ها تظاهرات کرد یه در گوش و کنار مملکت، اونم شب عید کارگرها حتی دیروز گویا اینها به استقبال احمدی نژاد هستن با پای برهنه تا به او بگن که در چه وضعیت اسفباری دارن زندگی میکنن، کار میکنن به دونی که در اتماس حقوقی دریافت بکنن. خب این نشون میده که این نارضایی ها رو به افزایشه، اما به شرطی که بشه از این نارضایی ها به عنوان یک قدرت بالقوه تاریخی استفاده کرد، یعنی با اونها یک شوری پیمان. خب پیامتون برای این گروه، این دست از ناراضیان کشور، یه ویژه این نسل سومی ها، یعنی بچه هایی که حتی پیشگیری ندادن ولی سرفرازانه میان تو خیابون، ما اونا رو میبینیم توی فیلم ها، میبینیم روزنامه‌نگاران و به اصطلاح برنامه سازانی که به ایران میرن تصویر هایی که از اونا عرضه میکنن روشون میده که یه نفسه سعی میکنه حیثیت و هویت خودش رو حفظ بکنه و کوتاه نیاد و خودش رو ضعیف و ناتوان نشون نده. ولی واقعا وقتی به دل اونها رجوع میکنیم مثلا چه میشید که اونها چه درد سنگینی رو در سینه خودشون تحمل میکنن. فریاد شما واقعا چیه برای این ها و این در این گروه های ناراضی و ناخرسندری دارم؟ اولا باید بگم که من کاملا واقف هستم به تمام مشکلات و فشارهایی که در بخش و در صنف های مختلف اجتماعیمون هست و امیدوارم همیهنانم اینطور تداعی نکنن که ما نشستیم بیرون داریم آب خنک میکنیم و بهشون میگیم لنگش کن. اولا چه این چیزی نیست، ولی حقیقت این هست که این وضعیت هرچقدر بیشتر ادامه پیدا بکنه هم مشکلات بیشتر خواهد شد هم هزینه بالاتر خواهد رفت. بنابراین مبارزه ما بی هزینه نخواهد بود در مقابل این نظام و مقدار زیادی از خودگذشتگی در این کار لازم خواهد بود، اما هرچه زودتر به جنبیم هزینه کمتر خواهد بود و فداکاری کمتری لازم خواهد بود. بنابراین ما نمیتونیم این وضعیت رو به حال خودش بگذاریم، بایستی واقعا این مبارزه رو بسیار وسیع‌تر کرد، توسعه داد و هم توده های مردم بتونن راه بهتری رو پیدا کنن برای مبارزه و مدیریت این کار و رهبری این کار و تشکل این کار برمیگرده به افرادی که به عناوین مختلف در مملکت ما سال هاست که کوشا بودن، زحمت کشیدن، کار کردن، شبکه ایجاد کردن، هسته های مقاومت تشکیل دادن، متحد رو باز گسترش داد و تنها راهی که میتونیم این روز به سریع ترین وضع تکمیل بکنیم، بیشتر گسترش بدیم، امکانات بسیار بیشتری براش فراهم بکنیم، برمیگرده به همون سوال کلیدی که مطرح کردید که مد نظر خیلی ها هست که یه مکانیزمی بالاخره برای این کار ما باید به وجود بیاریم.
که بتونه این هماهنگی رو و این دیالوگ دو طرفه رو برقرار بکنه. برای همین در تشخیص همین اولویت هستش که من به سهم خودم امروز به شکل بسیار اکتیو و جدی دنبال این کار هستم که با همیهنانم که اعتقاد دارن به این برنامه کاری بکنیم که هرچی زودتر این هسته به وجود بیاد، برای اینکه بتونیم اون تقویت لازم رو فراهم بکنیم برای سازمان ها و تشکیلات داخل. بر این اساس من فکرم که بسیاری از همیهنانمون که تا به حال به قول معروف به شکل پسیو به قضیه نگاه میکردن و چارهی به غیر از اندیشیدن به درد و گرفتارشون نبودن، امیدوار بشن، جرأت پیدا بکنن و ببینن که واقعا یک نوری در انتهای این تونل هست و به سهم خودشون کوشا باشن که وظیفه خودشون رو ادا بکنن. این کار اگه درست تقسیم بشه تمام بخش‌های اجتماعی کشور رو در بر خواهد گرفت در مقابله مقاومت و نهایتاً براندازی نظام جمهوری اسلامی. برای که به این جنبندی برسیم در پایان گفتگوی امروز، بنابراین میشه به همتنان بشارت رو داد که به زودی ما با صورت عملی فعالیت های شما رو برو میشیم. بله ببینید، من با تکرار بکنم من دنبال این کار هستم و همطور که تماسیش گفته بودم فکر میکنم در بلجل ایجاب میکنه که همچین کاری انجام بشه و تا اون حدی که بسیاری از همیهنانم این انتظار رو از شخص من دارم که این کار انجام بدم و من کاملا به این مسئله واقع و آگاه هستم، این مسئولیت رو به دوش میگیرم و قبول میکنم. مطور همطور که همیشه گفتم من انتظار دارم که همیهنان در این کار به من دست همکاری بدن، با من کار بکنن، با هم هماهنگ بکنن. من باز تکرار میکنم برای کسانی که فوری میخوان باز مسئله رو بعد سیاسی و ایدئولوژیک بهش بدن، که اصلا مسئله اینجایی نیست که بخوایم شکل نظامی رو تعیین کرده باشیم یا یک جریان فکری خاصی رو تقویت کرده باشیم. ابدا یک حرکت ملیست، فراحزبی، فرامسلکی و من به عنوان یک شخصیت ملی امروز عمل میکنم، نه به عنوان نمودار یک نهاد، نه به عنوان کاندیدای یک موقعیت، بلکه به عنوان یک شخصیت بارز سیاسی و ملی ایران که برای کمک کردن به همیهنانش امروز به صورت بسیار اکتیو تر از گذشته قدم به میدون میگذاره و همیشه اصول اعتقادی و باورم به جای خود میمونه، اما امروز این احساس به اصطلاح مسئولیت بیشتری رو در این قبال میکنم، برای اینکه چنین انتظاری رو میدونم همیهنانم دارن و من این تعهد وجدانی اخلاقی خودم رو به همیهنانم امروز میدهم که بیش از این منتظر نخواهم بود که معجزه شکل بگیره و به سهم خودم کوشا خواهم بود، منتها با همون روحیه همکاری و همبستگی. و امیدوار هستم که کسانی که امروز حرف منو میشنوند از هر دسته و تفکری که میخوان باشن قبول داشته باشن که این اولویتی است که همه ما اگه واقعا احساس مسئولیت میکنیم، اگه واقعا دلمون به حال مردم ایران سوخته، اگه به دنبال رهبری یا قدرت خودمون نیستیم بلکه به خاطر آزادی مملکت میخوایم کوشا باشیم، بیاییم و این همت رو بکنیم برای همکاری با همیهنان. قضاوت رو میسپارم به دست همیهنانم، منتها همیهنانم باستی بدونن که اونها نیز در این کار یک نقش و وظیفه‌ای دارن و نمیتونیم مثل بازی پینگ پونگ یا تنیس هی توپ رو بندازیم اون ور تور. همه باستی در این کار به سهم خودمون سهیم باشیم. من رسالت خودم رو میدونم، بهش واقف هستم و این کار رو انجام خواهم داد و تنها امیدوار هستم که همیهنانی که علاقه من هستن به پیوستن به این حرکت، اونها نیز دست همکاری رو به یکدیگر و به من بدهن تا همگی با هم بتونیم این قایق معروف رو به ساحل نجات برسونیم. باید اصلا بفرزیدیم که همه ما یک قایق هستیم، همه ما در یک قایق هستیم. تشکر میکنم از شما که لاف سوالات کنم چه سخت ما پاسخ دادید و سپاس گذارم. امیدوارم که پرسشی دست بده، چون این گفتگو به نظرم نیمه تمامه. مگر اینکه هموطنانم اگر پرسش خواهی دارم با شما در میان بگذارم که بیشتر بشه به مکنونات قلبی اونها پی بود در رابطه با فعالیت هایی که توسط گروه های سیاسی و وسیله شما صورت میده. اگر موافق باشید در باز شدم که به مسافرت میدید به مسافرت بله سفر خواهد داشت. امیدوارم این کار در بازگشت شما صورت بگیره و بتونیم یک ارتباط مستقیم داشته باشیم بین شما و همکاران عزیز. موافقید؟
با کمال میل من در صد به شکل روزانه در تماس مداوم باشون هستم، ولی از طریق مکانیزم رسانه جمعی خب البته تعداد بیشتری میشه در آن واحد باشون صحبت کرد. با کمال میل من در اختیارتون هستم. خیلی ممنونم. سفر بخیر.
ارتباط جمعی و در کانادا و اسکاندیناوی و استرالیا و مسئولان رسانه های اینترنتی که برنامه ما رو به طور زنده و مستقیم در سطح شهر پخش میکنن و از برنامه دیگه یکی دوتا هم نیستن. این دیگه کمال معرفت و محبت اونهاست و تقاضا میکنم از مدیران همه رسانه ها آماده باشن فرد زنگ میزنن دیگه روی وزن زمین نمیزن دیگه همه به هم دیگه قایم از این با همین و هم از اونم پرسش دارم آره یه دیازم که ما سیاسی نیستم سیاه از اونهایی که سیاسی هستن و اونهایی که غیر سیاسی هم یاد شون باشه دیگه این سامون بکن اونها هم بود ولی هیچ کفت رو بگیم اونها سیاسی نیستن نه نمیشه همه ما رو داره در بر میگیم این درست حالت تنگی رو داری که بر سطح آب بگذار دایره های بزرگ و بزرگتر داره ایجاد میکنه دایره هایی که ما رو هم در بر میگیم از اونها به همینطور رهبران و شخصیت های معصر در اپوزیسیون ایران همه چپ راست مذهبی خیلی دست خیلی مذهبی مذهبی ها نسته این طرف دارو کمانت سکولار هم مذهبی هم اما کمانت سکولار برای ایران میخوا یعنی کمانت خیلی مذهبی خب کمانت خیلی مذهبی به مفهوم ایجاد حکومت ضد مذهبی نیست تا دیدم بسیار اشتباه میکنن بعضی هم وطنان ما خیلی برای وقتی میگیم حکومت سکولار یا غیر مذهبی مراد ما یک حکومت ضد مذهبی است ضد دین و ضد اعتقادات و ضد مذهب مردم باشه نه با حفظ احترام اعتقادات عمومی نظامی در ایران بر سر کار کرد که امور همه رو رعایت بکنه هر ایرانی رو ما ایرانی اهل سنت داریم که این دوتا هم نداریم یک میلیون و دو میلیون هم نیستن ده دوازده میلیون پونزده میلیون هم شاید هم بیشتر باشن اینا شریفترین هم وطنان ما هست شریفترین کافیست در یک قصف سنی نشین زندگی کنی تا به هر نمازه اعتقاد بیاری و با اونها زندگی کنی که فرمی شرافت پاکی تهارت و راستی یعنی چی و راستی یعنی چی و همیتو همه دارانی که مسیحی هم ایرانی هم نحششتی هم ایرانی هم بهایی هم ایرانی هم شیعه هم ایرانی هم و همه باید محفوظ بمونه زیر به چستشون نظامشون خبادی خدا خودشون همینجا هم خدا بدرونی ها تذکر عید و جن عاشقی در پیه زندان Thank you.